منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل از نیویورک با ما همراه هستند. جناب فرهنگ، اگر جنگ نیابتی ایران رو در سوریه مقایسه کنیم با آمریکا و با اسرائیل، مشخصا تعداد حملاتی که صورت میگیره حاکی از یک خیشتنداری جمهوری اسلامی در مقابل اسرائیل هست، در حالی که به گفته لوید آستین 84 بار حمله بر مواضع آمریکا از طرف نیروهای نیابتی ایران صورت گرفته، آمار مشابهی از تعداد حملات اسرائیل به مواضع ایران وجود داره که عمدتاً بی پاسخ موندن از طرف جمهوری اسلامی. این خیشتنداری رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ این خیشتنداری نیست، بلکه عدم توانایی است. یعنی اگر ایران بخواد عکس عمل متقابل نشون بده، یعنی حملات نظامی مستقیم علیه اسرائیل انجام بده، این کار میتونه به جنگ کشیده بشه و دقیقاً این گزینه است که ایران سعی میکنه که اتفاق نیفته، برای اینکه چنین جنگی 100% میتونه به ثبات و بقای رژیم ایران لطمه بزنه. بنابراین این در جهان غرب هم سخت علاقمندن که بتونن از طریق دیپلماتیک مسائلشون با ایران حل بکنن. وزیر خارجه، وزیر دارایی آمریکا اعلام کرد که که شرکتایی در مالزی، هنگ کنگ و چین برای دور زدن تحریم‌ها با ایران همکاری می‌کنند. بنابراین این تحریم‌های جدید هدفش جلوگیری از همکاری این شرکت‌ها و شرکت‌های سوری دیگه علیه ایرانه. ولی این تقابل بین ایران و اسرائیل واقعیتی است که فقط و فقط می‌تونه برای منافع ملی ایران ضرر داشته باشه. تنها چیزی که برداشتی که ایران ازش داره تبلیغاتی است که در جهان اسلام در این رابطه می‌کنه. در طول همین یک ماه گذشته گزارش‌های متعددی وجود داره از رسانه‌های مختلف، فاکس نیوز، رویترز، روز گذشته همینطور، که در واقع اسرائیل از نظر توان نظامی آمادگی کامل برای حمله به ایران داره. به زعم شما در صورتی که اسرائیل چنین آمادگی رو داره، چه چیزی به عنوان عامل بازدارنده برای اسرائیل قلمداد میشه و چرا تا به حال اقدامی فراتر از تنش‌هایی که در سوریه وجود داشته از طرف اسرائیل وجود نداشته؟ اولا حمله نظامی به اسرائیل یا اسرائیل و آمریکا به ایران حمله نظامی نیست که بخوان ایران رو تسخیر بکنن. یعنی حمله ای که به عراق یا افغانستان کردن در ایران هم تکرار بشه، بلکه هدفشون نابود کردن تأسیسات هسته‌ای، نظامی و حتی زیرساختای اقتصادی ایرانه، که اگر ایران بخواد به غنی‌سازی اورانیوم ادامه بده و از احیا امتناع بکنه، از احیا برجام، این اتفاق میتونه بیفته. ولی پیامد نگران کننده ای که برای آمریکا، کشورهای عربی خلیج فارس و اسرائیل داره اینه که اگر این حملات به ایران بتونه به بسته شدن تنگه هرمز کشیده بشه، یعنی در واقع صدور نفت از خلیج فارس متوقف بشه حتی برای مدت کوتاهی، خصوصا در جریانی که تجاوز روسیه به اوکراین مسائل به اصطلاح انرژی برای اروپا درست کرده، این کی میتونه ادامه پیدا کنه؟ پیامدهای اون نه برای آمریکا و نه برای اروپا قابل قبوله. بنابراین تلاش این کشورها اینه که بتونن با فشارهای اقتصادی و انزوای سیاسی ایران رژیم ولایت فقیه رو وادار به تمکین بکنن. ولی آیا تا چه اندازه این فشارها میتونه برای ایران، برای کشورهای منطقه قابل تحمل باشه؟ این بستگی به این داره که آیا ایران آماده درگیری نظامی با این کشورها هست و یا سرانجام دقیقا همونطور که بعد از 2 سال مذاکره در زبان اوباما در سال 2015 به برجام تمکین کرد، هیچ توجه داشته باشیم که هدف نهایی و بدون تغییر رژیم ولایت فقیه ثبات و بقای خودشه. بنابراین هر اقدامی که بخواد به این ثبات کمک بکنه و یا لطمه بزنه اهمیت بیشتری برای رژیم داره تا بخوان روی مواضع تبلیغات خرافات مذهبی خودشون تکیه بکنند. ممنونم از شما منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی و روابط بین‌الملل که از نیویورک با ما همراه بودین.